Исламшиноси дар бораи Тоҷикистон гуфт, зиндагӣ кардан бо аҳкомҳои шаръӣ ин бозгашт ба асри миёна мебошад. Директори маркази исламшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Файзулло Бародзода дар конфронси илми амалӣ оид мавзӯи омилҳои асоси устувори ваҳдати миллӣ дар шароити мусоир имрӯз ва дурнамо, ки дар душанбе баргузор гардида буд, ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистонро зери борони танқид гирифт. Ӯ ин ҳизбро ҳамчун ҳизби исломӣ маърифӣ карда, изҳор кард, ки дар ислом мавҷудити ҳизб барои ба даст даровардани ҳокимият баҳри татбиқи аҳкоми های شرعی ممنوع است. اینچنین قید کرد که اسلام دیگر هزارت ها را اعتراف نمی کند و با احکام شرعی زندگی کردن این بازگشت به اصل میانه یعنی عقب روی می باشد. شخصیت اولی رحمان را باشد به عنوان فداکار و نجات بخش خلق تاجیک نسبت داده تاکید نمود که جوانان باید کارنمای های این پیشوا را فراموش نکنند و او شکرگزار باشند و او را حرمت نمایند. یکی از کارشناس تاجیک که درباره دین و بین اسلام معلومات کافی دارد این واقع را به خبرها چنین ایضاح داد: اوید مسئله با واسطه حزب حاکمیت نائل گشتن در اسلام و با قانون های الهی زندگی کردن می توانیم چنین بگوییم. بعد عصر هفتم که همان دور اسلام به آسیای مرکزی آمده بود، قانونهای الهی معماهای روزمره خلق را رو حل کرده می آمد. خلق تاجیکستان که نیز مسلمان هستند، بر آنها نیز احکامهای شرعی تطبیق می گردید. چه خیلی که از تجربه نیاگان معلوم است، اداره کردن حاکمان عادل با احکامهای شرعی بهترین حل معماهای اجتماعی و سیاسی خلق بود. درباره تشکیل حزب باشد، در قرآن کریم دلیل‌های روشن بیان کرده شده است که برای مسلمانان بر اساس عقیده اسلامی وجب بودن تشکیل حزب سیاسی را افاده می کند.